نتیجه لشکرکشی سیاسی جمهوری اسلامی به نام راهپیمایی اربعین، دست کم 9 کشته و بیش از 4000 زخمی در میدان مبارزه‌ای که در آن جمهوری اسلامی هم دوست و هم دشمن خودش است. وقتی زائرانی که با تبلیغات حکومتی به سوی مرز عراق روانه شدند، اقامت در بین زباله‌ها نصیبشان شده و تشنگی تا دست کم برای لحظاتی داستان کربلا را در جاده‌های عراق بازسازی کند. مملکت از تشنگی حلال. ازدحام در مرزها و داخل عراق که بسیاری آن را تحقیر خواندند. جابجایی مسافران با تریلی. حکومت در یک ماه گذشته با وعده‌های رنگارنگ مردم را به حضور در مراسم اربعین تشویق کرده. از وام 5 میلیون تومانی گرفته تا اینترنت رایگان و لغو عوارض خروج از کشور. حالا اما متهم به دروغگویی شده. هر چی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رئیس تیم حالا اثبات ما چیه؟ پیرمرده. هر چی گفت دروغ و مردم گفت. نه وسیله نقلیه است، نه چیز رفاهی است. مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود. واقعا ایرانی اینقدر ذلیل شده که باید حالا این سفره رنگارنگ بدون رعایت نکات بهداشتی نمادی از سفره بزرگتر است که جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته برپا کرده. مقام‌های نظام از اعلام هزینه برگزاری این مراسم خودداری می‌کنند و حتی مدعی‌اند خرجش را مردم می‌پردازند. هزینه‌ها را خود مردم می‌دن، این را بدانیم. اما هنگام ارائه لایحه بودجه هر سال، ردیف بودجه پنهان اربعین سال گذشته فاش می‌شود. بهمن ماه گذشته استاندار ایلام از افزایش 50 میلیارد تومانی بودجه اربعین خبر داد و گفت دولت 130 میلیارد تومان در بودجه رسمی به این مراسم اختصاص داده. هنوز میزان بودجه اختصاصی سپاه برای اربعین مشخص نشده. نهادی که در سال 95 143 میلیارد تومان بودجه گرفته. با این حال ارزیابی ها نشان میدهد دست کم 800 میلیارد تومان خرج سفر میلیون ها نفری میشود که با تشویق مسئولان راهی عراق میشوند بدون برنامه ریزی. حالا وضعیت به حدی بغرند شده که مقام های مسئول از مردم میخواهند به مرزها نیایند. ما اکیدن تأکید میکنیم که به هیچ عنوان زائرین به پایان های مرزی مراجعه نکنند. مراسمی که برای عراق سود مالی قابل توجهی دارد. دولت این کشور در سال 97 اعلام کرد که تنها از ورود مسافران ایرانی 80 میلیون دلار سود کرده. این جدای از مبالغ کلانی است که مسافران در شهرهای این کشور خرج می‌کنند. اما راهپیمایی اربعین چیست و جمهوری اسلامی چرا برای آن هزینه می‌کند؟ مراسمی که در 40مین روز سال مرگ امام سوم شیعیان برگزار می‌شود و در قرن 13 شیعیان به دنبال احیایش رفتند، اما در واقع با شکل و گستردگی کنونیش محصول سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. پس از سقوط صدام در سال 2003 و بعد از ظهور داعش، جمهوری اسلامی به بهانه مقابله با این گروه تروریستی رسماً وارد مرزهای عراق شد. با شکست داعش اما نیروی قدس سپاه پاسداران نه تنها به ایران بازنگشت، بلکه در قالب شبه نظامیان شیعی مثل هشت و شعبی تلاش کرد صحنه سیاست عراق را در اختیار بگیرد. به نام مستشاری نظامی اما با چشنی زور و سرنیزه. بخشی از جاه طلبی رهبر نظام برای تشکیل تمدن اسلامی، همانطور که در دیدار موکبداران عراقی گفت: این مراسم را هر چه می توانید و هر چه می توانیم باید پربارتر و معنویتر کنیم. هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. راهپیمایی اربعین را از ابتکارات قاسم سلیمانی می‌داند، همون که تلاش می‌کرد با انجام عملیات علیه نیروهای آمریکایی دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه را عملی کند. مقام‌های ایران برای تشویق مردم به حضور در اربعین ابتدا آن را فستیوالی مذهبی معرفی می‌کردند، اما در طی سال‌ها مشخص شد که جمهوری اسلامی برنامه ایدئولوژیک و سیاسی را در این مراسم دنبال می‌کند. سیاسی ترین راهپیمای جهانه. معناش ممکنه ما خودمون نفهمیم، دنیا می‌فهمه. همچنان که علیرضا پناهیان مسئول اتاق فکر خامنه‌ای در دانشگاه‌ها روایتی شیعی سیاسی از اربعین ارائه می‌کند. اربعین رزمایش منتظران امام زمان ارواحنا له الفدا است. مراسمی که چه در شو تلویزیونی و چه در دلیل برگزاریش بین آنچه شنیده و گفته می شود با آنچه هست فاصله بسیار است.
به قیمت از دست رفتن استقلال عراق، کشوری که مردمش به دخالت‌های جمهوری اسلامی معترضند و حالا میگویند ایران خودش باید آب و آشامیدنی لازم برای زائران را در نجف تأمین کند. شهری که در آن با پول مردم برای شبستان دختر پیامبر اسلام صدها میلیارد تومان هزینه شده. همه با هزینه مردم ایران ساخته شده. بله. فقط از عراق یک آب گرفتن و آب و ماسه. حالا چند هکتار اینجا؟ 22 هکتاره. فستیوالی سیاسی به نام مذهب که در آن مردم قربانی سیاست‌های تبلیغاتی نظام می‌شوند. وقتی یک تئوریسین جمهوری اسلامی نه تنها ماهیت این واقعه بلکه ماهیت نزاع‌های شیعی را فاش می‌گوید. اصلا از عاشورا اگر سیاسی نبود اتفاق نمی‌افتاد. دعوا سر حکومته. مجتبی پور محسن، لندن.